سلام و به افس تیوی خوش اومدید. امروز هم با یک خبر بسیار جنجالی در خدمت شما هستم. دختر مایکل جکسون خودکشی کرد. خبرها حاکی از اینه که پریس جکسون، هنرپیشه آمریکایی و دختر مایکل جکسون، پس از تلاش برای خودکشی در بیمارستان بستری شد. صبح روز شنبه بود که خبر خودکشی به بخش اورژانس رسید که او را به بیمارستان منتقل کردند، اما اکنون پزشکان اعلام کردند که خطر رفع شده. اما دلیل خودکشی چی بوده؟ خویشاوندان آنها اعلام کردند که نمایش فیلمی درباره مایکل جکسون، یعنی پدر پریس جکسون که گویا به آزار جنسی خردسالان دست داده، باعث شده تا او دست به خودکشی بزنه. حالا شاید در ادامه از خودتون بپرسید که کدام فیلم و اصلا داستان از چه قراره که من قصد دارم در این قسمت اون رو برای شما بازگو کنم. چند وقتیه که دوباره بحث بر سر میراث مایکل جکسون حسابی داغ شده. 10 سال پس از مرگ سلطان پاپ، یعنی مایکل جکسون، این شخصیت بزرگ دوباره خبرساز شده. در یک مستند تلویزیونی درباره مایکل جکسون که از شبکه تلویزیونی آمریکایی HBO پخش شد، کارگردان اظهارات 2 مرد رو به تصویر کشید که ادعا می‌کنند در کودکی قربانی تعرض‌های جنسی مایکل جکسون شده بودند. گفته میشه که این مستند تلویزیونی حاوی جزئیات و اطلاعات ناخوشایند و بسیار ناراحت کننده ای است. این 2 مرد با نامهای جیمز سیفچاک و ویت رابسون در یک مستند تلویزیونی به نام ترک نولن گفتند که در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی، هنگامی که بین 7 تا 10 سال سن داشتند و به مزرعه شخصی مایکل جکسون به نام نولن رفت آمد می کردند، از سوی این ستاره مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گرفتند. جالبه بدونید که خانواده مایکل جکسون که یکی از موفق ترین خوانندگان تاریخ در دنیاست، این اتهامات رو به شدت رد کردند و علیه این شبکه تلویزیونی به علت چیزی که آن را ترور شخصیت پس از مرگ مایکل جکسون می دانند شکایت کردند. البته همونطور که میدونید مایکل جکسون بارها با اتهام تعرض جنسی به کودکان روبرو شد. این ستاره پاپ در سال 1993 به اتهام تعرض جنسی به کودکی 13 ساله در دادگاه ظاهر شد. در جلسات متعدد این دادگاه اظهارات وید رابسون و جیم سیفچاک به نفع مایکل جکسون تمام شد. آنها به دادگاه گفته بودند که جکسون تا آن موقع اونها رو لمس نکرده. بنابراین دادگاه این پرونده 15 سال پیش به بیگناهی مایکل جکسون رأی داد. اما حالا وید رابسون و سیفچاک در مستند ترک نولن ادعا می کنند که در کودکی قربانی آزار و اذیت جنسی از سوی مایکل جکسون بودند و از نوعی شستشوی مغزی خودشان توسط جکسون سخن می گویند. حالا برادران مایکل جکسون و برادرزاده اش که سالهای کودکی خودشان را در نولن سپری کردند میگویند که اتهامهای وارده در این مستند نادرست و آزاردهنده هستند و بوی پول میدهند. و بعد از این ماجرا هم دختر مایکل جکسون نتونسته این غم و اندوه رو تحمل کنه و دست به خودکشی زده. البته او همکنون در بیمارستان بستریه و گفته میشه که حالش خوبه. همراهان گرامی، حتما نظرات خودتون رو درباره این سلطان پاپ برای من بنویسید. آیا به نظر شما مایکل جکسون میتونه همچین کاری رو کرده باشه یا نه؟